سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس واچ بازداشت شیعیان عراقی توسط نیروهای حکومتی مالزی را محکوم کرد و آن را یک عمل ناپسند و فرقه گرایانه دانست. در بیانیه این سازمان که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری شیع ویوز رسیده آمده است، نیروهای حکومتی کشور مالزی با یورش به یک مجلس حسینی که از سوی عراقی های مقیم مالزی در شهر سلنکور دایر بود، 200 تن از عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام که در بین آنان کودکان و زنان نیز حضور داشتند را بازداشت کردند. این سازمان افزود این عمل ناپسند و دور از اخلاق و انسانیت، حد که حرمت آزادی های دینی، حقوق بشر و تعالیم اسلامی محسوب می شود و باعث افزایش نفرت نسبت به شیعیان و عملا اعلام حمایت از افکار تکفیری برخی از سودجویان معاند و دشمنان پیروان اهل بیت علیهم السلام است. شیرایس واچ ادامه داد: ما از دولت مردان کشور مالزی می خواهیم تا خانواده های دربند و بازداشت شده عراقیان مقیم این کشور را هرچه سریعتر آزاد کنند و به صورت رسمی از آنان عذرخواهی کنند. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس واچ در پایان بیانیه خود از مقامات دیپلماتیک عراقی خواست تا فوراً مقدمات آزادی این افراد را فراهم کنند و چاره‌ای اساسی برای حل این گونه مشکلات بیندیشند.